سلام، به کانال منحرفان شریف خوش اومدید. نفرین های دنیا جهانبخت موقع زایمان و کتک خوردن نفیس روشن در خیابان و یه سری اتفاقات جدیدی که افتاده رو توی این ویدیو با همدیگه بررسی میکنیم. از لایک و سابسکرایب شما عزیزان هم خیلی ممنونم. دنیا جهانبخت توی یه استوری نوشته به هم گفتن که لحظه زایمان هر دعایی کنم خدا قبول میکنه. آدم دل سیاه و کینه‌ای نیستم، ولی یه چیزی اون لحظه قطعاً از خدا میخوام از ته قلبم و وجودم که نبخشه تمام اونایی که روزای سیاه واسم ساختن تو دوران حاملگیم و از گناهشون نگذره. اینو واقعاً از ته قلبم از خدا میخوام. یادم 10 روز با این جنین توی شکمم هیچی نخوردم، فقط عشق بود و فشار و انرژی منفی. خیلی خیلی سخت بود. امیدوارم خودشون و اطرافیانشون عین همون حال منو یک بار تجربه کنن. خدایا هیچ وقت نبخش اونا رو، خودت میدونی از نیت من و اونا. ازت میخوام بسازی واسه شون روزای تلخی که واسم ساختن. و دعای لحظه زایمانم فقط همینه، اگه که خدا قبول کنه. اگرم من دارم اشتباه میکنم که خب لابد قبول نیست. من سپردم خواسته دلم و دست خدا و سلامتی پسرم آرتام. از فالووراشم تشکر کرده. اما جدیدن وقتی عکسای پسرش رو استوری کرده، یه سری ها رفتن گفتن چرا موهای پسرت اینقدر پرپشته، اینقدر بلنده وقتی مثلا هنوز 2 روزش هست، و یه سری از این حرفا زدن که این بچه مثلا بچه تو نیست و ماجرا دروغیه. توی یه استوری دنیا جهانبخت گفته اول از همه تشکر میکنم از لطف همه دوستام و فالوورای نازنینم که اینقدر چند روز بهم انرژی دادید. حالا یه صحبتی هم دارم واسه افرادی که جز قضاوت منفی کردن کار دیگه‌ای بلد نیستن. دوستان، من کار عجیب غریبی نکردم. مثل هر زن دیگه‌ای باردار شدم و زایمان کردم. این به نظرم خیلی عادیه. اول که به سایز شکمم گیر دادید و 1000 تا وصله چسبوندید، الانم میگید نوزاد 2 روزه چجوری موهاش انقدر پرپشته. واقعا اول اینو بگم که اصلا واسه من این حرفا مهم نیست، ولی خواستم بگم خودتونو انقدر ناراحت و درگیر نکنید. خدا وکیلی به خدا ناراحت میشم میبینم انقدر به چیزای منفی فکر میکنید. خب بعدش هم گفته که من آدم دروغگویی نیستم و قرار نیست که کلن بچه‌مو نشون ندم و فیلمش رو توی یوتیوبم نشون میدم. یه استوری دیگه هم گفته به خدا اینکه یه نفر شکمش کوچیک باشه و بعد زایمان بچسبه و مثل قبل بشه یه آپشنه نه یه ایراد. خب حداقل بیایید بهتون یاد بدم چیکار کنید مثل من باشید تو حاملگی. اینی هم که یه نوزاد موهاش پرپشته یکی از دلایلش تغذیه مناسب مادر در دوران بارداریه که اگه خواستید اونم میتونم بهتون یاد بدم. نفیس روشن هم توی خیابون کتک خورد. یه عکسی از دستش منتشر کرد و نوشت به خدا خشونت علیه زنان در دنیا میتونه شامل حال ما ایرانی ها هم بشه و این دستای منه. این عکسو که فرستاد دیگه تیترای زیادی اومد که با همسرش درگیر شده، همسر جدیدش. میدونید که از همسر قبلیش خب جدا شده بود و توی ایام 40 با یک نفری آشنا شد و بعد از اون ایام هم باهاش ازدواج کرد. یه سری تیترایی اومد که با همسرش درگیر شده، دعواشون شده و این اتفاقات افتاده، ولی بعدش اومد یه استوری منتشر کرد در مورد اینکه با سگش بیرون بوده، توی خیابون بوده و یه سری سارق اومدن که سگ رو بدزدن. خلاصه درگیری پیش اومده و این وضعیت دستای نفیس روشن بعد از اون درگیریه. توی استوریش نوشته خانم‌های عزیزی که گاهی دلشون میخواد حیوان خانگیشون رو ببرن بیرون، لطفاً و لطفاً تنهایی نبرید. گویا سارقان دیگه به چیزی در دست شما رحم نمی کنن. خدا به من رحم کرد. هر چیزی رو که بدزدن شاید بشه جبرانش کرد، ولی موجودی که بهش وابسته ای رو نمیشه. مواظب باشین لطفاً. یه ماجرایی هم اتفاق افتاد، یه ویدیوی من دیدم توی کانال تلگرام منحرفان شریف هست، میتونید برید اون ویدیو رو ببینید. یه بنده خدایی کنار خیابون وایساده و یه دزدی میاد گیتارشو میدزده، موبایلشو، کیف پولشو میدزده، کاپشنش هم میدزده. یعنی میگه بکن بده من و این هرچی داره رو میبره. اون بنده خدا هم میگه واگذارت کردم به خدا. اون رفیقش هم که سوار موتوره سریع سوار میشن و فلنگو میبندن. واقعا این اتفاقات خیلی تلخ و عجیب غریبه که داره اتفاق میفته. مواظب خودتون باشید. بریم سراغ یه خبر خیلی جالب در مورد
فوتبال زنان. خب میدونید که فوتبال زنان ما خیلی پیشرفت کرده، خیلی خوب بازی میکنن و اخیراً تیم ملی ایران در برابر تیم ملی اردن پیروز شده. حالا فدراسیون فوتبال اردن بعد از اینکه تیمشون شکست خورده در برابر ما، یه اتهام جنسیتی زده. اومده یه نامه به کنفدراسیون فوتبال آسیا زده و گفته تحقیق کنید درباره جنسیت حداقل یکی از بازیکنای ایرانی که ما بهش مشکوکیم که این پسره. راجبش تحقیق بکنید و یه توضیح شفافی به ما بدید که ماجرا چیه. سرمربی تیم ملی فوتبال زنان کتایون خسرویار هست، یه سرمربی خیلی با اقتدار که واکنش تندی هم به این ادعای فدراسیون اردن نشون داده. گفته اونها امروز در نامه ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا در ادعای واهی جنسیت بعضی از بازیکنان ایرانو زیر سوال بردن. سرمربی تیم ملی در واکنش به این نامه و همینطور اقدام فدراسیون اردن گفته وقتی انقدر خوب بازی میکنید که جنسیت شما رو زیر سوال میبرند شرم‌آور است. هیچ چیز رسمی اعلام نشد ولی من دقیقاً میدونم اونها درباره چه کسی صحبت میکنند و او در سال 2008 وقتی اولین اتهامات را دید یک جهنم را پشت سر گذاشت. منظورش یکی از بازیکنان تیم ملیه. همون زمان در مورد او چندین و چند بار تحقیق شد و همچنین او تنها بازیکنی نیست که آینده‌ای درخشان در آسیا دارد. امیدوارم که تیم ملی موفق باشه. لطفاً نظراتتون رو بنویسید، هم در مورد دنیا جهانبخت و حرفایی که زده بود، هم در مورد این اتفاق عجیبی که برای نفیس روشن افتاد. واقعاً چرا باید تو خیابون همچین اتفاقاتی بیفته که سگ و لباس و وسایل و هر چی داری رو یه دفعه بیان بدزدن؟ و در مورد این اتفاقی که برای فوتبال زنان افتاده و شکایتی که فدراسیون فوتبال اردن نوشته، لطفاً نظراتتون رو کامنت بکنید. یک دنیا ممنونم به خاطر لایک شما عزیزان. خیلی مهربونی میکنید که این ویدیو رو لایک میکنید، لطف بسیار بزرگ شماست و خیلی قدردان محبت شما عزیزان هستم. اگه هنوز عضو کانال نیستید هم همین الان لوگوی کانال منحرفان شریف رو مشاهده میکنید که با یک کلیک خیلی ساده روی همین لوگو میتونید به راحتی عضو کانال بشید. مواظب خودتون باشید. خداحافظ.